حرکت میکنیم. همینطوری که میدونید اوباش و جنایتکاران و ماموران وزارت اطلاعات به زندانیان قهرمان و مقاوم حمله کردند که مقاومت اونا را در هم بشکنه. فرایهان فرآله پولیتیشه گفانگنن این ایران. مقابله زندانیان نمادی از مقاومت مردم ایران که خواهان نفی و سرنگونی تمامی این حاکمیت خونریز می باشند. یورش به بند 350 اوین، یورشی سازمان یافته در واکنش به رویدادهای پیش آمده، توافق ژنو، قطعنامه راهبردی پارلمان اروپا و عدم صدور ویزا برای ابوطالبی و بحران‌های سیاسی و اقتصادی و اعتراضات اجتماعی که هر روز رژیم را از روز پیش در باطلاق فرو می‌برد. مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی، لعنت بر خمینی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی حمایت از بی خامنه‌ای، روحانی، ننگت بار، مرگت بار. حمله به زندان اوین محکوم است، محکوم است. صبر ملت گر به پایان آید از بیدادها، بشکرد در هم سکوت و برکشد فریادها. سخن خود را با گرامی داشت سالروز شهادت شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی آغاز می نمایم. همانطور که می دانید سرکوبگران رژیم آخوندی در تهاجمی زبونانه به زندانیان سیاسی مستقر در بند 350 زندان مخوف اوین، مجاهدان و مبارزان در بند را به شدت مضروب و مجروح کردند. در اعتراض به این هجوم وحشیانه از 29 فروردین 8 آوریل در زندان اوین یک اعتصاب قضا در جریان می باشد. دشخیمان به رغم گذشت یک هفته از این جنایات از انتقال مجروحان به بیمارستان و مداوای آنها ممانعت کرده، پیوسته و سراسیمه به دروغ پردازی وقیحانه خود ادامه می دهند. متقابلا خانواده های زندانیان سیاسی که روز دوشنبه 1 اردیبهشت 21 آوریل برای دیدار فرزندانشان به شکنجهگاه اوین رفتند، وقتی با ممانعت و رفتار توهین‌آمیز دشخیمان روبرو شدند، عقب نشینی نکرده و با فریادهای پرتنین مرگ بر دیکتاتور پاسخ دادند. پرواز است که این لجام گسیختگی های دیوانوار رژیم نه از سر اقتدار بلکه از سر استیصال و زبونی است. عقب نشینی و شکست های مکرر رژیم در بسیاری از عرصه های بین المللی و داخلی دیگر نیازی به توضیح و تفسیر ندارد. در این بیش از 3 دهه تاکنون چون این حجمی از چند سرگی و اختلافات باندی و اعلام تبری از ولایت فقیه مشاهده نشده است. به پایداری زندانیان سیاسی و اراده خانواده هایشان برای رساندن خروش این فرزندان شجاع میهن اسیرمان هزاران درود می فرستیم. زنده باد آزادی، پاینده باد مقاومت ایران، درود بر رجوی. سال روز شهادت شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی گرامی باد. شهیدی در اوج مظلومیت و معصومیت، شخصیتی محبوب و مجاهدی والا، انسان وارسته‌ای که طی 2 دهه تلاش خستگی ناپذیر حقوق بشر، دادخواه خون مجاهدان، شکنجه شدگان، جان باختگان، زندانیان و تبعیدیان بود. این خون هنوز هم سپر دادخواه خون مجاهدین و مدافع آزادی مردم ایران و رسواگر جلادان حاکم بر میهن ماست. می جوشد و می خروشد و تا صدور حکم جلب و محکومیت سران رژیم خونخوار آخوندی به عنوان جنایتکاران علیه بشریت ادامه خواهد یافت. درود بر روح شهید دکتر کاظم رجوی. درود درود درود. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی مبارک درود بر عزمتون. با درود به سرفرازان تاریخ ایران،
از اشرفیان در بند در لیبرتی تا صرفهای مقاوم در اوین. حمله وحشیانه و ضد انسانی عوامل وزارت اطلاعات، سکهای زنجیری ولایت ولی فقی به زندانیان اسیر در بند 350 اوین در روز پنجشنبه 28 فروردین نمونه دیگری از ترس رژیم از سرنگونی بود. این حمله در شیوه خودش حمله های مشابه به اشرف و لیبرتی را به یاد می آورد. حمله به کسانی که از نظر فیزیکی توان دفاع از خود ندارند. دشمن کف بر دهان ابتدا فریاد پیروزی سر می دهد، ولی وقتی که با مقاومت و جانگذشتگی این قهرمانان روبرو می شود دروغ می گوید و تهمت می زند. ولی این شیوه ها برای مردم و جوانان ایران آنقدر رنگ و رو باخته است که مرزی بر آن نیست. این شیر زنان و دلاور مردان هستند که تاریخ را می سازند. من از طرف انجمن جوانان یوتوبوری سوئد این را به جوانان ایران می گویم. صدای شما خواهیم شد که فریاد آزادی خواهیتان را در جهان تنین انداز کنیم و لحظه از پای نخواهیم نشست. درود بر رزمندگان آزادی ایران از اوین تا لیبرتی. زنده باد ایران. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. جنایت مزدوران محکوم باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. حمله به زندانیان محکوم باید گردد.